به ادامه برنامه اسراری با خوش آمدید بیننده های عزیز. در این بخش محترم جناب آقای عبدالصبور صبوری وکیل گذر هزار و یک شب با ما هستن. درباره منطقه هزار و یک شب صحبت میکنیم، مربوط به کدام ناحیه میشه، کدام نقطه شهر هرات، و در این گذر در مدتی که ایشان من حیث وکیل گذر بودن چه کارها، چه فعالیت هایی کردن و چه برنامه های روی دست دارن. انشاءالله که بیننده باشین و برنامه اسراری وار تا پایان تماشا بکنیم. سلام جناب آقای صبوری، خیلی خوش آمده. به خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عبدالصبور صبوری، وکیل گذر هزار و یک شب، از مبیوتات نهی پنجم ریاست شهری. به خدمت شما. بله جناب آقای صبوری عزیز، گفتین که مربوط ناحیه پنجم میشه منطقه هزار و یک شب، دقیقاً کدام منطقه شهر؟ گذر هزار و یک شب که با آخرش سرک 64 متره امام مسلم 37، این منطقه به نام منطقه گذر هزار و یک شب از مربوطات نهی پنجم ریاست شهری. جناب آقای صبوری، نکته ای که یک سوال خلق شد برای من، امکانه رو برای بیننده هم باشه، چرا اصلا نام از این گذر هزار و یک شب ماندن؟ در ابتدا که ما با اونجا هم که زندگی نمیکردیم، که اندید نامادو بودیم، اون منطقه همون منطقه به نام جاده هزار یک شب میشناختم. بله. باز وقتی که مسئله انتخابات شد و که بعد اینجا به کی گذر داشته باشه، تیم محترم شهری تصمیم نما میشد که به خاطر از اینکه قبلا این جاده به نام جاده هزار یک شب بوده، نمی گذر هم گذر هزار یک شب بشه. بسیار خوبه. چی مدت میشه که شما من حیث وکیل گذر در این منطقه هستید؟ ما از برج هفت سال 1399 تا همی حال وکیل گذر منطقه به خدمت شما. بله. در این مدت چگونه بود کارها، فعالیت‌ها و چگونه سپری شد؟ در این مدت ابتدا که ما وکیل گذر اونجا شروع به کار کردیم، فقط بیشتر سعی کوشش به روی رشنهی منطقه بود. اگه ما انشاءالله رم به فضل خدای پاک یک چراغی بشوندیم، یک جا نصب کردیم از این شرکت محترم صبوری. دیگه همسایه هم انشاءالله تشویق شدم، هر چهار نفر قیمت گروه رو بپرداختم و یک برادر تنویری به عهده گرفت. دیگه ابتدا کار ما همین تنویر منطقه بود که به فضل خدای پاک منطقه ما مکمل تنویر. بله. در این مدت چقدر رضایت داشتین از کار وکالت در یک گذر؟ به خدمت شما از کنم، خود وکالت که کار مشکله. بگه بخود برد رضایت بگردیم که باید درد سر می شودم، به خاطر از اینکه به هر منطقه که بشه یک خوش دهتا نخوش، یا دهتا خوش یک نخوش، ایده در مجموع نمیشه که همه مردم از آدم رضی باشه. بله. طبعا بعضی برادر رو رضی هم، بعضی برادر رو رضی نیم، بعضی برادر رو خوش دارم خدای ناسده غیر افتا باشه که خور امکان نداره. من خود مرمی به کالت کسیم سعی کوشیش بندگی مینه که الله از من رضی باشه، در حد امکانم کوشش میکنم که برای مردم محترم منطقه خوب بسم الله ثمر بارشون و کار که دستم بیه برن انجام بدم. بله. قبلا هم سابقه وکالت در گذر داشتین؟ قبلا هم به دروازه غندار محل صفا از مبوتات ولسوالی اینجی پنج سال وکیل گذر بدم. بسیار. یعنی هم تجربه و هم سابقه بله. ازور داشتین و انشالله که همچنان موفق باشین. جناب آقای صبوری عزیز، در این مدت مردم چقدر راضی بودن از کارهایی که انجام شد در این گذر، یا قناعت بخش بود برای از اونا؟ قبلا هم چنین فعالیت‌های انجام شده بوده در این گذر، یا خیر اقدام جدید بوده؟ قبلا به خدمت شما عرض کنم، از پنج سال بیزی طرف ما شروع کردیم به احداث مسجد جامع تحت نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. سلام. ما همینجوری با مسجد خدمت می‌کردیم به برادران خوب. دیگه بعد از چند وقتی که تیر شد، برادر رو گفتم از که تو هم اینجوری بودی، ما از شناخت کامل داریم، باید وکالت گذرم بوته بگیری. دیگه همون کار ابتدایی ما انشاءالله رحمان مسجد بوده. دیگه بعد به خدمت شما عرض کنم، این تنویر کوچه بوده. حالا که هم به فضل خدای پاک به از این طریق تلویزیون شما از جناب محترم شوار سبی از جان سپاس گذاری میکنه که شوار سبی و تیم امروشان بیامدن به منطقه، به ما وعده اسپورت دادم. یعنی 50% سهم مردم، 50% هم سهم خود ریاست محترم شهری. و روز امیس شنبه که گذشت کار رسمان آغاز شد
معمولا به شدت ادامه داره. بله دقیقا. جناب شواس و تیم امرویشون جوان سپاسگزاری میخوام. کار بسیار خوب و اقدام بسیار نیک و حداقل انگیزه ایجاد شد برای مردم که تا حدود خود از اونها هم سهم و نقش داشته باشن برای از اینکه گذر خود را آباد بسازن و در تأسیس و بهبود وضعیت منطقه کوشش بکنن، سهم ارزنده داشته باشن. حالا امکان داره در بعضی مناطق فقط متکی به دولت باشن، کل سهم رو دولت داشته باشه، ولی نکته خوب و مثبتی که دیده میشه، شما هم گفتین که آستین بالا میزنیم، اقدام کردیم، گفتیم که نیمی از این مصرف و 50% از این مصرف را آمدیم و 50% در دولت و این باعث شد که کار صورت بگیره و انجام بگیره. چقدر از کار پیش رفته؟ از فورت دیگه رو شد که ما زیرسازی سرک مای کانال ها عهده ما باشه. بله. یک هر روز تا شنبه که ما شروع کرده، امروز یک شنبه پنج‌شنبه شد میشه کار ما ادامه داره. انشالله رحمان آل گریدر بیاماد، یک قسمت هم جاده خیبر ما کار شروعه، تا سبا انشالله رحمان باید میاریم جاده هستی خود که امام صادق سی و هفت باشه، امام مسلم سی و هفت باشه. دیگه کار همون هم انشالله بسیار خوبه. در قسمت سرسبزی و همچنان منظم بودن کوچه چقدر مردم نقش دارن و چقدر تونستن که نقش خود ایفا بکنن چون که باید باشه در یک گذر؟ مردم محترم منطقه ما در هر حساب، در قسمت پاکی و صفایی، در قسمت فضای سبز، در قسمت حفظ و نگهداشت و ما کمال هم کردشم و از طریق برنامه شما و از مردم محترم منطقه خود جهان سپاسگزاری میکنم که در هر کاری که بوده انشاءالله رحمان گامای مثبتی بودشم و همون رقم به خدمت هستم. جناب آقای صبوری چه برنامه‌هایی روی دست دارین در آینده انشاءالله اگر خواست خدا باشه؟ و همچنان امیدوارم که همون قسم با انگیزه و با انرژی پیش میارین، چه پلان‌هایی دیگه دارین برای از که منطقه و گذر از آرو یک شب رو به بهبودی بیشتر بره؟ انشاءالله رحمان برنامه مخ اول که انشاءالله همی اسفورته، بعد از اسفورتم در قسمت گذر ما کسیم بوده بلند جوه. بلند جوی هم انشالله به شهوری درخواست کردیم که دیوار سندی شه همین جوی بتونیم انشالله رحمان برکنیم امسال دیوار سندی و منطقه را انجام بدیم و برکنیم انشالله حضور از خدا روی جوی هم انشالله استمد بشه که اون مردم هم انشالله مشکلات نجات پیدا کنن. دیگه برنامه دیگه که ما داریم انشالله حضور از خدای پاک، برنامه همینه که بتونیم بین سرک اصلی را ترمندی یک پول نصب کنیم، به خاطر از اینکه همین کودکان که مکتب میرم چندین نفر از اونجا ما شهید داریم و دیگه حادثه های ترافیکی شده. انشالله رحمان این ای کار هم انشالله به خیر به اتمام برسه انشالله. در هر گذر آیا تنها وکیل گذر مسئوله چون وکالت هر گرفته، یا خیر مردم هم باید خود را یک تکانه بدن و اقدام بکنم انگیزه داشته باشن برای از اینکه منطقه و گذر خود در پاک و صفا نگه دارن؟ به وکیل گذر حتی اگه بگم تمام قدرت به دوش ازی باشه به تنهایی و کاری کرده نمیتونه. هر شخصی به هر جا مسئولیت داشته باشه، همون مسئولیت داره، باید با مردم خدیم همکار و همگام باشن. اگه مردم خدیم همکار و همگام نباشم گوه که شو و روزم کار کنه نتیجه نمیده. یعنی بزی منو که وکیل گذر تنها هیچ کاری کرده نمیتونه. دقیقاً. در کل نقش وکیل گذر اگر بیایم در یک منطقه نگاه بکنیم، خود وکیل گذر من حیث نماینده از اون منطقه چی نقش داره در یک منطقه و چی کار باید انجام بده؟ وکیل گذر باید منطقه که وکیل گذر هست باید در قسمت اتحاد اتفاق و عدالت مردم، در قسمت همکاری مردم، در همه عرصه ها انشاءالله تلاش و کوشش خوب بکنه تا کاری که انشاءالله پیش روی داره بزی کار تنها نباشه. بله. جوانان گذر هزار و یک شب مصروف چی کارها هستن و چند فیصد از جمعیت گذر جوانان تشکیل میدن؟ جوانان منطقه ما اکثرا که محصل هم یا پانتون هم یا مکاتب هم دیگه خدمت شما عرض کنم که بودیدن 60% منطقه ما جوان های شبه تشکیل میدن. بسیار خوبه. و چقدر راضی این از جوان های منطقه خود؟ ما در کل از همه مردم خود تا به جایی که جا داره رضی هم، خداوند همه حفظ کنه.
بله انشاءالله. آیا مردم هم بعضی وقتها به خصوص قشر جوان که گفتیم اکثرا تحصیل میکنن و یا هم تحصیل کردن، کدام وقت شده برای بهبود وضعیت منطقه مشوره هایی داشته باشند، برای شما نظریات بدن و شما همچنان با دید باز از اونا پذیرایی بکنین یا نه؟ به خدمت شما عرض کنم که هر کس به اون منطقه که ما به کی گذرم حق داره بیایی مشوره بده، کاری که ما میکنیم انتقاد کنه. اما خود انتقاد باعث میشه که آدم مشکلات خود رفع کنه و جوانای محترم منطقه ما در هر عرصه با ما مشوره خوب دادم و از مشوره از اینا کمال استفاده بکنیم. بله انشالله که همچنان موفق باشین. جناب آقای صبوری عزیز، چی پیام، چه صحبت و چه گفتنی دارین برای سایر دوستای عزیزی که وظیفه وکالت در پیش دارن و اینکه چیکار باید انجام بدن؟ اگر کدام صحبت همچنان باقی مانده باشه در کنار این صحبت ها از شما میشنویم. ما از برادرانی که به نئی پنج به ایسه وکیل انجام وظیفه میکنم، اکثریت اینا آدم های پرتلاشی هم مواجرس های متعدد که میشینیم، شرا به قصه از این هم که جای منطقه آباد شه، یعنی خدیم مردم خواه همکار و همگام هم. ما از تمام وکیل های صاحب های شهر خواه همین تقاضا دارم که در قسمت خدمت به مردم تا حد توان کوشش خواه بکنم تا باشه همین برین و دستویز انشالله و آخرت باشه. بسیار تشکر جناب آقای عبدالصبور طبوری، وکیل گذر 1001 شب روت ناحیه 5 ولایت هرات، از اینکه در برنامه از سریبا با ما همراه بودین. آرزوی موفقیت های بیشتر برای شما دارم و انشالله که شاهد روزی باشم که در تمام مناطق و در تمام گذرهای هرات و در کل افغانستان اتحاد، وحدت، همدلی، پاکی، نظم و سایر خوبی ها و ویژگی هایی که شایسته یک انسان و مسلمان خوب هست باشیم. بسیار تشکر. خوش میگم از تلویزیون خوب شما هم یاد جان سپاس از اینکه ما دعوت کردیم. انشاءالله شما هم در تمام عرصه موفق و کامیاب باشید. بخیر باشین و تشکر از شما دوستان و عزیزانی که بیننده برنامه عصر حریوا هستن. ما رو همچنان دنبال بکنین، برنامه عصر حریوا ادامه داره.